اینجا هتل کوبورگ در وینه، محل برگزاری نشستای احیای برجام. حالا که مذاکره کننده ارشد تهران به پایتخت بازگشته، سایر هیئت‌های مذاکره کننده منتظر بازگشت اون با پاسخ تهرانند. پاسخ تهران به پیشنویس توافقی که گفته میشه از هفته پیش روی میز قرار داره. دیپلمات‌های غربی میگویند که در وین حرف‌ها زده شده و حالا زمان تصمیم‌گیری سیاسی ایران است. علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران، چهارشنبه شب برای مشورت درباره پیشنویس متن توافق احیای برجام به تهران بازگشت. دو موضوع پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش مطابق با برجام، یعنی کاهش غنی‌سازی‌ها، پلمپ و از دور خارج شدن سانتریفیوژهای پیشرفته ایران و از طرف دیگر رفع تحریم‌ها و تضمین‌های مرتبط با آن که ایران خواسته، در 10 ماه گذشته تا حالا از جمله مسائل کلیدی است که بر سر آنها گفتگو شده. بر اساس گمانه‌زنی‌ها انتظار می‌رود علی باقری با یک پاسخ مشخص به وین بازگردد که می‌تواند در نتیجه این مذاکره‌ها تأثیر زیادی داشته باشد. اینجا در وین برخی از کارشناسان می‌گویند که این متن پیشنویس نهایی است و شاید تنها تغییرات جزئی در آن اعمال شود. اما برنامه هسته‌ای ایران و توافق با جمهوری اسلامی مخالفانی هم دارد. نه تنها در میان شماری از سناتورها و نمایندگان مجلس آمریکا و حتی اسرائیل، بلکه گروه‌های مدافع حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی. شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق و جمعی از فعالان حقوق بشر روز جمعه در خیابان مقابل هتل کوبورگ تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. در گفتگویی که با تعدادی از هواداران سازمان مجاهدین خلق داشتم، اونها یک پیام برای طرفای مذاکره با ایران داشتند، اینکه تحریم‌های جمهوری اسلامی رو لغو نکنید. حرف ما هم اینه که دولت‌های غربی نباید به این رژیم امتیاز بدن. هر امتیازی به این رژیم رو جریتر می‌کنه. این رژیم دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی نیست. این رژیم دنبال جنگ افروزی است و تلاشش اینه که با مخفی‌کاری‌هایی که تا حالا داشته به بمب اتمی دست پیدا کنه. من اینجا اومدم تا فریاد مردم ایران باشم و به همه مذاکره کنندگانی که خواهان حقوق بشر و تساوی حقوق مردم هستند اعلام کنم که با این رژیم آخوندی جنایتکار مماشات نکنید. من تقاضا دارم که هر پولی که قراره در اختیار رژیم قرار داده بشه زیر نظر به اصطلاح سازمان‌های بین‌المللی باشه که تا هزینه رفاه ملت ایران باشه. فعالان حقوق بشر هم که در مقابل هتل کوبورگ تجمع کرده بودند میگفتند با حکومتی که شهروندان عادی رو برای مبادله به گروگان میگیره نباید سر یک میز مذاکره نشست. برای ما خواسته های زندانیان سیاسی و گروگان ها بسیار اساسی است و صدای اونها هستیم. از نماینده های حقوق بشر، از نماینده های اروپایی، آمریکایی و کشورهایی که اینجا نشست دارن درخواست میکنیم که همون جوری که در رابطه با برجام دارن صحبت میکنن، در صحبت هاشون حقوق بشر رو در ایران هم بگنجانن. شما اروپاییان و آمریکایی‌ها به چی فکر میکنید؟ به مذاکرات هسته‌ای و اتمی با رژیمی که به هیچ پیمانی پایبند نیست. شما فکر کنید، شما یک کم از وجدان انسانی و روح اساسی یک انسان با اخلاق و ارزش‌های انسانی و اخلاقی یک ملت بازی می‌کنید با رژیمی که تمام پیمان‌ها را زیر پا له کرده و هیچ گونه احترامی به بشریت، به انسانیت قائل نیست. مذاکره می‌کنید. همزمان با این تحولات، روز جمعه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادعا کرد که ادامه غنی‌سازی اورانیوم 60% باعث شد غربی‌ها به مذاکره‌ها سرعت بخشند. محمد اسلامی اعلام کرده که با لغو تحریم‌ها هم تهران به غنی‌سازی 20% اورانیوم ادامه خواهد داد. آنچه که مغایر با توافق هسته‌ای 6 سال پیش است که مذاکره کنندگان ماه‌هاست که در وین به دنبال احیای آن هستند. برجام خلوص غنی‌سازی ایران را به 3.60
67% محدود می‌کند. آنچه که بسیار کمتر از حدود 90% خلوص در حد تسلیحات است یا 20% که ایران پیش از این توافق به آن دست یافته بود. اما حالا ایران در سطوح مختلفی غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد. بالاترین آن به حدود 60% رسیده. از چند روز گذشته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم به وین آمده تا درباره جزئیات همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کند. موضوعات فنی و پیچیده‌ای که باید بر سر آنها هماهنگی‌هایی انجام شود. یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته که ایران به دنبال تضمین‌های ذاتی مبنی بر عدم خروج آمریکا از توافق است. چرا که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که نمیتواند تضمین‌های قانونی که ایران خواسته ارائه دهد. ایران بر لغو فوری همه تحریم‌های اعمال شده در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در یک فرآیند قابل راستی‌آزمایی از جمله تحریم‌ها در زمینه تروریسم و حقوق بشر اصرار دارد. بریتانیا، آلمان، فرانسه و همچنین آمریکا به ایران هشدار دادند که مدت زیادی برای توافق بر سر احیای برجام باقی نمانده. واشنگتن میگوید که در صورت شکست مذاکره ها گزینه‌های دیگری را از جمله نظامی بررسی خواهد کرد. مهار برنامه هسته‌ای ایران و غنی‌سازی‌های اورانیوم توسط این کشور و همچنین درخواست تهران برای لغو تحریم‌ها و تضمین از آمریکا موارد مورد اختلاف در جریان این مذاکره ها بوده. آنچه که دیپلمات ها میگن در پیشنویس این توافق رسیدگی به اونها در نظر گرفته شده و تهران باید هر چه زودتر تصمیم خود رو در این باره بگیره. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا، وین.